Bismillahirrahmanirrahim. Bu jalasayı seyyum Aslan Aziz hoş olmadın. Dari jalasa buhran iktisadi kişverhay ya cumhuriyay Asya-i Miyana dar avakhir hakimiyet İttihad-ı Şurevi yani ta sal 1991 mavredi bahs karar migir. در بحران اقتصادی سال 1980 می‌بینیم که جمهوریت‌های آسیای میانه سرمایه‌گذاری بسیار کم می‌باشه و در پلان 5 ساله 1980-85 اتحاد جماهیر شوروی این کمبود دیده می‌شود و این باعث بود که اقتصاد آسیای مرکزی یا اقتصاد جمهوریت‌های آسیای مرکزی تحت فشار قرار بگیره. این ناشی از نابرابری توسعه اقتصادی در بخش آسیایی و بخش اروپایی اتحاد جماهیر شوروی بود. و طبیعی بود که اتحاد جماهیر شوروی که اما قدرت و اقتدار در دست روس‌ها و نژاد اسلاف‌ها بود و اونها در غرب اتحاد شوروی موقعیت دارند در اونجا سرمایه گذاری بیشتر میشد و در آسیای مرکزی که اینها از نژاد متفاوتی بودند سرمایه گذاری کمتر بود. در بین این دو بخش از لحاظ اقتصادی شکاف کلانی وجود داشت، یعنی جمهوریت های اروپاییش و آسیاییش از لحاظ اقتصادی تفاوت زیادی داشت، مخصوصا در آخرین سال اتحاد جماهیر شوروی که سقوط میکنه یا از هم میپاشه و کشورها جمهوری ها مستقل میشوند، آمارها نشان میده که همه جمهوریت های آسیای میانه و مصارف خود، مصارف عمومی خود، اینها به شکل سبسایدی از مرکز یا از مسکو با فیصدی های متفاوت دریافت میکردن، که در اون جمله میبینیم که در آسیای مرکزی تاجیکستان از همه کرده قطر میباشه و خود آسیای مرکزی در مقایسه با دیگه بخش های اتحاد شوروی هم توسعه نیافته است، هرچند از لحاظ سواد پیشرفت های صورت گرفت، ولی باز هم پیشرفت ها در آسیای مرکزی نمیتونست و نیروی کار ماهر را با وجود بیاره، یعنی اینا با کمبود نیروی کار ماهر روبرو بودن که از جمهوریت های غربی اتحاد جماهیر شوروی تکافو میشد. به هر صورت فاصله اقتصادی در بخش های اروپایی و آسیایی اتحاد جماهیر شوروی در جنبه های مختلفی و از جمله جنبه اقتصادی یا توسعه اقتصادی نمایان بود. در از دهه 1970 تا 1980 جمهوری ها در رشد صنعتی در اینجا دیده می شود و لیکن صنعت در یارشت اقتصادی تاجیکستان و طرف افول می رود، چون در اینجا مشکلات هم وجود داشت و در این برای زمان فقط قزاقستان وضعیتی بهتر داشت. جمهوری های آسیای مرکزی در دوران اتحاد شوروی در سهمشان کم بود. آمارایی را که شوروی از اقتصاد شوروی حکایت میکنه، سهم تولیدات صنعتی مناطق آسیای مرکزی در رابطه با مجموعه تولیدات صنعتی در اتحاد شوروی بسیار اندک بود. بعد از اینکه بحران اقتصادی در سال 1990 بعد از کودتای که علیه گورباچوف در 1991 صورت گرفت، این
هنوز هم شرایط اقتصادی را در جمهوریت های آسیای مرکزی بدتر کرد، چون اینا اکثرا از مسکو احتیاجات یا مصارف عمومی از اینه های عمومی شان برآورده می ساختن. بحران دیگه ای که این منطقه با او مواجه بود خشک شدن دریای اورال یا دریاچه اورال بود. خشک شدن دریاچه اورال در این مناطق بحران های زیادی را به وجود آورد، از جمله بحران زیست محیطی را به وجود آورد. علت خشک شدن آب دریاچه اورال هم همی بود که جمهوریت های آسیای مرکزی کمبود آب روز به روز با کمبود آب مواجه هستند. از یک طرف جمعیت افزایش پیدا کرده و از طرف دیگر برای کشت پنبه با آب کشت پنبه نیاز بود و برای از او آب زیاد نیاز بود و این آب از دریاچه اورال تهیه می شود. آن قسم آب دریاچه اورال مصارف کشاورزی و زراعتی مردم این منطقه را تامین میکرد. به این خاطر حوزه در جهیل اورال با کمبود ورود آب مواجه شد، گرچه در زمان شوروی این دومین دریاچه بزرگ بود در اتحاد شوروی و چهارمین دریاچه بزرگ جهان به حساب می آمد، ولی از دهه 1960 و این طرف می بینیم که کمبود آب در این دریاچه با وجود می آید و اکثر ساحل این دریاچه از زمین ها خشک می شود و این تأثیری بر محیط زیست هم داشت. در این جاهایی که خشک شد اکثر نمک های دریایی یا خاک ها در اینجا ماسه ها با وجود می آمد و این ماسه ها و خاک ها به سرزمین و اطراف زمین هایی که در اطراف ازی بود یا مناطقی در اطراف ازی بود توسط باد و دیگه پاشان می شود و به اونجا می رسید که به خاطر به صحت ساکنان اون مناطق، یعنی ساکنان مناطق مجاور دریاچه، مشکلات با وجود می آورد، یک تهدید جدی به حساب می شد و باعث نابودی محیط زیستی اطراف دریاچه می گرد. از عواملی که باعث کاهش آب شد، آب دریاچه اورال شد، همی بود که آبهای ورودی به دریاچه کم شد و کشت پنبه و بنده ها و کانال ها که به خاطر آبیاری کشت پنبه و کشتزارهای پنبه بود احداث شد، ولی این مشکلات محیطی را به وجود آورد. در زمان گورباچف این مسئله بار دیگر مطرح شد که باید حل خود پیدا کنه و سیاست های مسکو در رابطه با این مورد انتقاد قرار گرفت. ازبکستان و قزاقستان آسیب بیشتری از خشک شدن یک چیز دیدن، محیط زیست آسیای مرکزی به خرابی می رفت، این خشک شدن باعث مرگ و میری زیاد شد، بیماری های تنفسی را با وجود آورد، حتی طول عمر را با وجود آورد، آب آشامیدنی هم با کمبود مواجه شد. این وخامت اوضاع باعث شد که در آسیای مرکزی که برای نجات دریاچه اورال فکر شود، در اینجا طرحهای ارائه شد که گفتم خوب یک طرح همی بود که از سیر دریا یا از سیحون و از آمو دریا، یعنی از دریا جیحون آبی به اینجا زیادتر بیاید تا اینکه دروازه از این دریاچه از خشک شدن نجات پیدا کنه. امی قسم گفتن که باید، اما عللی که باعث کمبود آب شده بود مثل استفاده کردن یا در مزارع پنبه و رنج اینا کمتر شود در اطرافی که رودخانه ها بود و دریاچه اورال اگر ممکن باشه یک آب مصنوعی به اینجا از یک دریاچه به نام سارکامیش یاد میشه از او بیاره. همین قسم
پیشنهادمی بود، طرحمی بود که در سیستم آبیاری منطقه تغییراتی آورده شود و از دریای خزر آب به اینجا میاد. خب دریای خزر از لحاظ از دریاچه پایان تر است که ساحل، یعنی اگر دریای خزر ارتفاعش نسبت به ارتفاع دریاچه اورال کمتر است، ایجاب میکرد که ای آب از دریای خزر پمپ شود و به اورال برسد. و این یک پروژه هزینه بردار بود، موفق نبود. همه این پیشنهاد و طرحها عملی نشد، موفق نشد، چون در زمان خروشچف وقتی که زمین های لمیازره یا بایر در شرق و جنوب اتحاد شوروی زیر کشت رفت و برای تولید پنبه استفاده می شد، باعث کم شدن وارد شدن حجم آب از دریای امو می شد. آب دریای امو هم به اینجا کم شد. بر علاوه ترکمنستان هم به کانالی از دریای امو کانال بزرگی را برای آبیاری از دریای امو در نظر گرفت که تقریبا 10 تا 20% آب دریای امو را که به دریاچه می ریخت او را کم کرد و آب برای آبیاری به ترکمنستان انتقال پیدا کرد. این همگی این بود که بحران دریاچه اورال با وجود آورد، ولی کشورها خود ملزم می دیدن که تلاش بکنند تا این کمبود، تا این نقیصه را یا این بحران رفع کنند. رهبرهای جمهوری آسیای مرکزی از گورباچوف تقاضا را کردند که چون خشک شدن دریاچه منجر به یک فاجعه می شود، باید ایراک اعلان بکنه و از یک صندوق داخلی یا یک صندوق به کمک سازمان ملل متحد برای حل این مشکل با وجود بیاید که یه هم در اونجا نشد. حالا به ترتیب ما به طور مشخص وضعیت اقتصادی را در آسیای مرکزی یکی پای دیگری در نظر میگیریم که اقتصاد آسیای مرکزی پس از اتحاد جماهیر شوروی در چه حالت بود. البته دو کشور از لحاظ اقتصادی در اینجا نسبت به کشورهای دیگری مهمتر هستند که یکی از جمله در آسیای مرکزی کشور ازبکستان است. خب معلومات هایی که در کتاب شما در مورد ازبکستان و آسیای میانه سایر جمهوریت های آسیای میانه درج است مربوط به سالهای قبل است، یعنی جدید نیست، غالبا تا سال 2006 در بر میگیرم. و معلوم است که وضعیت اقتصادی بعد از این سالا یعنی تغییر کرده، لحاظا ما بهتر دیدیم که قسمت معلوماتی که تا سال 2019 در سال 2019 ارائه گردیده او را با شما شریک کنیم. از این لحاظ در کتاب در اونجا چیزهای بند در مورد اقتصادی آسیای مرکزی باز از اتحاد جماهیر شوروی کافی نیست و بعضی شماره ها و اعداد و ارقامی هم که داده شده امروز و اعداد و ارقام تغییر کرده. ازبکستان در حدود 447,400 کیلومتر مربع مساحت داره و حدود اربعه کشور میتونید میدانیم که حدود اربعهش کدام است. این کشور توسط ازبکستان، ترکمنستان و قزاقستان و تاجیکستان و افغانستان محدود میشه که ما حالا نقشه ای
ازبکستانه در این صلات داخل میکنیم تا ببینیم که ازبکستان در کدام موقعیت قرار دارد. شما در این نقشه میبینید که ازبکستان در بین قزاقستان یعنی با قزاقستان، قرغیزستان، تاجیکستان و افغانستان و ترکمنستان و همچنین شما در اینجا میبینید که یک بخش از قزاقستان از موقعیت دارد. حالا از این لحاظ ما گفتیم که کشور ازبکستان 447400 کیلومتر مربع مساحت داره و 32.96 میلیون یا در حدودی از این نفوس داره و یکی از پرجمعیت ترین کشورهای آسیای مرکزی هم با حساب میه و همین قسم یکی از تولید کننده های بزرگتری پنبه در دنیا هست. این سرزمین ازی به کشت پنبه بیشتر مساعد است. دریای سیر دریا از تاجیکستان یا سیهون میه و همو دریا از اینجا میه از ازبکستان آبیاری میکنه. و از وضعیت اقتصادی کشور ازبکستان بیشتر وابسته به نفت و گاز و طلا داره، یعنی طلا و گاز نفت در کشور وجود داره. گاز ازبکستان در زمان سابق از شورایی و کشورهای دیگری را انتقال پیدا میکرد. در طلا معروف است، مشهور است که طلای بیشتری داره، منابع غنی طلا داره. تولید ناخالص داخلی در کشور ازبکستان در حدود 50.5 میلیارد دلار سالانه ارزیابی شده. تولید ناخالص ملیش که تولید ناخالص ملی کشور به 50.5 میلیون میرسه، تولید ناخالص ملی چیست؟ یک مسئله است، مثلا یک موضوع اقتصادی است قابل عزیز که این را هم بفهمیم که تولید ناخالص ملی چی را میگوید. تولید ناخالص ملی یا تولید ناخالص داخلی یکی از میزان هایی است که اقتصاد های کشور با او سنجش می شود و عبارت از او شامل تمام چیزهایی می شود که توسط همه مردم و شرکت های واقع در یک کشور تولید می شود. قیمتی از او را به ارز ایره تولید ناخالص ملی میگن و در این باید در نظر داشته باشیم که برای تولید چیزا اگر چیزی هزینه میشه و هزینه شاملی از این نیست، یعنی هزینه بیرون از تولید ناخالص داخلی صرف نظر از هزینه چیزایی که تولید میشه در یک کشور چیزی در سطح ملی و چی در سطح دولتی ایره در بر میگیره، ای که چقدر مصرف شده ای از او وضع نمیشه. همه قسم وضعیت محصولات صادراتی کشور ازبکستان بیشتر پنبه هست، طلا هست، انرژی هست و بعضی مواد سنتی دیگه هم هست مثل آهن، باب و فلزات اینها و کودهای معدنی یا کیمیایی در اینجا به فروش میرسه یا به بیرون صادر می شود. وارداتی که صورت می گیرد کشور از بیرون ماشین آلات و تجهیزات دیگه ای را می آرد. خب هر صورت مواد کیمیایی فلزات چیزهای مهم اقلام مهمی صادراتی کشور ازبکستان به شمار می رود.
در سالهای اخیر واردات کشور کمتر شده، در حدود 5% در بر میگیره، یعنی از قبول کرده وارداتش کمتر شده. نرخ رشد تولید ناخالص داخلی را که پیشتر یاد کردیم 5.3% حکومت ازبکستان اعلان کردن، و این میگه که در سال 2019 به 67 میلیارد دلار آمریکایی ازبکستان اعلان کردن. اما ازبکستان در زمینه های زراعتی هم اقتصادی از به او تکیه داره، در کشاورزی رشد داشته حدود 1% نسبت به سال گذشته، وضعیت تولید صنعتیش رشد 6.8% داره نسبت به سال گذشته. اما ازبکستان یک سرزمین است از لحاظ زراعتی که کانال های بسیار در زمان اتحاد جماهیر شوروی برای آبیاری، یعنی سیستم آبیاری ازبکستان در منطقه ممتاز بود و محصولات زراعتیش پنبه زیادی در اینجا تولید میکرد و پهلوری هم حدی در اینجا بود. هر صورت وضعیت تولیدی صنعتی در کشور ازبکستان خوب بود، چون اکثر در زمان اتحاد شوروی بعضی از قطعات ماشین آلات و اینها از در ازبکستان تولید میشد و با مرکز اصلیش فرستاده میشد که تا در اونجا مونتاژ شود. و هر صورت در سال 2014 تا 2019 در 5 سال رشد تولید سنتی 18.5% داشته. علاوه بر این یک بخش دیگری که در اقتصاد در کشورها زیاد مهم است و به اقتصاد کشورها ضرر می رسانه، فساد مالی در یک کشور می شود. شاخص های فساد مالی در کشور ازبکستان 23 درجه از 100 می باشد، یعنی به این معنا که هر قدر که عدد به طرف 100 نزدیک شده برود، این نشان می دهد که کشور از فساد مالی مبرا است و پاک است، و هر قدر از 100 دورتر باشد میزان فساد مالی در این کشور بیشتر می باشد. نمایانگری از است که کشور از لحاظ مالی کشورهای مفسد است، یعنی فساد مالی به این معنا که دارایی های عمومی دولت توسط افراد یا اشخاص حیف و میل می شود، یعنی دارایی های امکانات ملی توسط افراد به کار برده می شود و کشور ما هم این مسئله بسیار هویدا و آشکار است و همیشه ورد زبان مردم است که کشور کشوری مفسد است یا دیگه است. همین قسم ازبکستان هم درجه فساد مالش خوب نیست، در اونجا هم به اصطلاح آب خورد و برد امکانات و دارایی های مردم، دارایی های ملی، سرمایه های ملی بیشتر است و شماره 23 چندان شماره مناسبی هم نیست. و همین قسم ازبکستان در بین کشورها از درجه فساد مالی، یعنی در مابین تقریبا 180 کشور جهان، درجه 153 دارد، یعنی نشان نمایانگری از است که فساد و فساد مالی یکی از پرابلم های این کشور و حساب می آید، نیاز دارن اینا که این پرابلم ها را
در زمان حل بکنند و اگر تا پرابلم فساد مالی در یک کشور حل نشود امکان رشد اقتصادیش هم و یا توسعه اقتصادیش هم کمتر است. انشاءالله به کشورهای دیگری را وضعیت اقتصادشان در قسمت پایانی جلسه و بحث میگیریم.